سلام دوستای خوبم به کانال من خوش اومدید. امروز با هم دیگه اومدیم ایکیا بریم یه دوری بزنیم. میدونم که اکثر خانوما مغازه ایکیا رو خیلی دوست دارن. بریم ببینیم چه خبره، با هم مبلا رو نگاه کنیم. من نیاز به یه کمد دارم که اومدم امروز اندازه ها رو ببینم و ببینم چه مدلی رو بعد انتخاب کنم. با من همراه باشید از این مغازه زیبا لذت ببرید. خلاصه اینکه طرفدارای خیلی زیادی داره برای اینکه تمام کموداش، مبلاش و همه وسیله هاش بسته‌بندی شده است و خیلی راحت وارد آپارتمان های کوچیک اینجا میشه. لازم نیست حتما در بزرگی داشته باشید، همش بسته‌بندی شده است و با چند تا پیچ و پیشگوشتی راحت بسته میشه و اگر واقعا بلد باشید کارشو درست و اصولی انجام بدید با یه نقشه خیلی ساده‌ای که توی همه بسته‌بندی‌هاش هست، سالها براتون عمر میکنه. خیلی عالیه. من کمد ازش گرفتم که حالا توی خونه بهتون نشون میدم، مدلش هم اینجا بهتون نشون میدم که قیمتشو ببینید. نزدیک 4 ساله که واقعا لباس توش گذاشتم و لباسای بچه‌ها توشه و عالیه، محکم بسته شده و داره کار میده، هیچ مشکلی هم نداره، مدام هم داره درش باز و بسته میشه و ازش استفاده میکنیم. خلاصه اینکه من این مغازه رو دوست دارم، هر وقت یه مقدار حوصله‌ام سر میره با پسرم میام اینجا، اونم که کیف میکنه توی هر قسمتش که چیدمان اتاقا هست، اینجوری سالونا هست، میشینه بازی میکنه، میریم دوباره توی پارت بعدی باز میشینه بازی میکنه و خلاصه یه چند ساعتی رو اینجا وقت میگذرونیم. من قدم میزنم، اون بازی میکنه. به خاطر اینکه میدونید اروپا همیشه هوا آفتابی نیست، همیشه هوا اونقدر خوب نیست که بشه رفت توی پارک ها. هنوزم خیلی بزرگ نشده که بتونه توی پارک هایی که همه بچه ها با هم بازی میکنن بره بازی کنه تنهایی، حتما باید یه بزرگتر همراهش باشه. ولی اینجا که میایم هم من بهم خوش میگذره، همون اسای بازی میکنه. الانم هم که وقتی هوا آفتابیه دیگه بالای 30 درجه است توی پارک، واقعا نمیشه بچه‌ها رو برد، مریض میشن یا آفتاب سوخته میشیم هممون. بنابراین اینجا هم خنکه، هم محیطیه که هممون دوست داریم، من دوست دارم، پسرم دوست داره و میایم اینجا. دخترم هم با باباش میره تو مغازه ها میچرخه و خرید میکنه. بریم با هم دیگه توی قسمت های بعدی و قیمت ها رو ببینیم، منم کمدی که میخوام و انتخاب کنم. این میتونه یک کاناپه ایدئال خانوادگی باشه، 2 تا یا 3 تا اینا برای توی سالن خیلی به نظر من جالبه، پر از پوستم بشه خیلی خوب. البته مبلای خوشگل زیاد داره با قیمت های مختلف.
این هم یکی از جاهای دنجی که من دخترم خیلی دوستش داره، این کتابخونه و میز کار. من با این دکوراسیونی یاد خونه مامان بزرگا میافتم. شما چطور؟ اینجا خیلی خوشگله. هر وقت من میخوام حرف زمین آقایم این هم خیلی خوشگله، ولی سلیقه من نیست، ولی خوشم میاد از رنگ دیوارش. اینجا هم یه دکوراسیون خوشگله دنجه که بازم خیلی من دوستش دارم. این هم میزای کوچولوی کنار مبل و وسط مبلی که واقعا قیمت مختلفی داره، از 5 یورو شروع میشه به بالا. اینا 5 یورو بیشتر میاد. اینجا واقعا دکوراسیون سلیقه منه، 100% سلیقه منه و من این دکوراسیون رو خیلی دوست دارم. رنگ‌های روشن، سفید، کرم، نورگیر. شاید مبلش رو خیلی نپسندم و بیشتر مثل تخت خواب، ولی در کل این رنگ دکوراسیون رو خیلی نپسندم. رنگ سفید و روشن و دلبار. بچه تعداد سوالات توی کامنت ها خیلی داره زیاد میشه و من شاید فرصت نکنم همه رو جواب بدم. یه وقتی جواب میدم دیگه خیلی از سوالا قدیمی تره و نتونستم پاسخ بدم بهشون. اگر موافقی توی کامنت ها برام بنویسید که موافقی که یه ویدیو کوتاه درست کنم و سوالاتون رو هر سوالی دارید جواب بدم. برای این کار هر سوالی که دارید دوباره جدید زیر این ویدیو بنویسید و من یه ویدیو درست میکنم و همه سوالاتون رو که توی این کامنت ها نوشتید جواب میدم. البته به غیر از سوالای شخصی، خیلی شخصی نباشه سوالتون، هر سوالی داشته باشید پاسخ میدم توی این فیلم. پس فراموش نکنید حتما کامنت بذارید و سوالتون رو توی کامنت بنویسید. ببینید تقریبا یه همچین چیزی میخوام، ولی اینا همشون طبقاتش اینطوریه، شیشه هم وسطش. من یه چیزی میخوام که شیشه وسطش نخوره که بتونم از این وری بذارمش، به این شکل بذارمش. حالا توی خونه نشونتون میدم روی چه کمدی. این خوبه، قیمتش هم خیلی خوبه، 89 تاست قیمتش. قیمتش 89 تاست، ولی متاسفانه اون چیزی نیست که من میخوام، چون وسط شیشه میخوره.
بد نیست، اینم میتونه خوب باشه. قدش هم فکر میکنم مناسب باشه. من قدش رو 1.40 میخوام. ببینیم این قدش چقدره. یک و 36 خیلی خوبه. این دقیقا چیزی میتونه باشه که من میخوام. البته این تیکر رو بهش اضافه کردن و از اینجا شروع میشه تا اینجا. اینا واقعا ایده های استودیوهای کوچولوه، خونه های کوچولویی که سالن رو آشپزخونه هم همینجاست و اون کنار هم یه اتاق خوابه. ببینی واقعا خونه های یه نفره یا دو نفره بدون بچه همه چی توش ایده‌آله. ببینی صدایی که میشنوی صدای گریه یه بچه هست، نترسید. این هم خوشگله به نظرم. البته شاید توی فیلم خیلی مشخص نشه ها، ولی اینجا خیلی خوشگله. این هم ویدیوی تراسشونه و این هم آشپزخونه. که با همین سالن در واقع دکور شده. این هم بازی آشپزخونه کوچولوی جمع و جور برای خونه‌های کوچولو تر. اینا هم این میله هاییه که کنار زرکشوی یکی آشپزخونه بست میشه و خیلی کارایی داره، ولی من بیشتر برای همین گلدونا دوست دارم. گلدونا که بهش بست میشه خیلی خوشگل تر میزن آشپزخونه. ازتونی من شخصا ملافه های این رنگی بیشتر دوست دارم. اصلا تو معرفه گلگلی و تیره خوابم نمیبره. واقعا کسی رو اینا خوابش میبره؟ خیلی گل گلیه. این همون کشوهایی که من بهتون گفتم که خریدم، ستایا
قیمتشون، بریم قیمتشو ببینیم چون یادم رفته، من خیلی سال پیش خریدم. 59-60 هر یه دونش با این کشو 60 است که من توی یکیش لوازم آرایشیامو گذاشتم با همین بسته‌بندی ها دقیقا اینا رو گرفتم. فکر کنم این قیمت ست کاملش 5.96 یورو و بقیهش رو لباس ها رو گذاشتم. واقعا محکم و خوبه، من که خیلی ازشون راضیم. کمدایی که من از اینجا گرفتم، از ایکیا گرفتم، واقعا جادار و خوبه. ببینید این یه طرفشه، یه درم که این طرف داره، اینم باز باز میشه جای لباسه و خیلی محکم و خوب و جاداره. اگه سقفتون انقدر بلند هست خیلی چیز ایدئالیه. ببینید اندازه هاشو، 236 طولشه، بلندیشه. این قسمت هم که وسایل بچه های کوچولوتره یا نوزادایی که به دنیا میاد، همه چیزو با کیفیت خیلی خوب میتونید پیدا کنید تو قیمت های مختلف. مثلا این سفیده تختی بود که من برای پسرم گرفتم، این کناریشو خودم رنگ سفید زدم که به اینا بخوره. این نبود، یه شکل دیگه اینم گرفتم و بعد از اینکه خب پسرم بزرگتر شد، دو سال و نیمش بود، همه رو بیه سایت های فروش همین شهری که زندگی میکنیم فروختمشون. موقع مثلا خیلی کمتر ولی سریع فروش میره وسایل نوزادا. مثلا این دوشک ها، این لگن ها، اینا رو همه رو از اینجا من برش گرفتم با ملافه ها. اینجا هم وقتی میانید طبقه پایین، همه این وسایلی که بالا دیدید و این پایین میتونید پیدا کنید، در اینکه بردارید ببرید کیس بخرید. وگرنه طبقه بالا بیشتر دکوراسیونه و نمیتونید اونا رو بردارید برای خرید، بعد یه طبقه پایین. هر کدومشون کد مخصوص داره، کدا رو یادداشت میکنید، میاد اینجا خرید میکنید. مثلا پرده هاست که باز هم تور، هم پارچه های خیلی زخیم‌تر، هم پارچه های نازک‌تر با قیمت های مختلف اینجا پیدا می کنید که منم پرده هاشو خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم.
و اینجا هم گل و گیاه ایکیا که خب هر گلی که فکرشو بکنید اینجا میاره، گلای خیلی خوشگل، هم طبیعی هم مصنوعی. اون قسمت مصنوعیاشه و اینجا همه گلای طبیعی. آلیویرا میتونید اینا رو از اینجا بگیرید، توی گلدونای خیلی بزرگ بکارید، بعد خیلی آفتاب بخوره، مخصوصا اینا که هیچ لکی نداره. ببینید این طرف خیلی خالخالیه، اینا بیشتر تزینه، ولی اینا رو توی گلدونای بزرگ بذارید، خیلی بعد آفتاب بخوره، نیاز هم نیست جاش خیلی بزرگ باشه، خاکم روی گلا نباید بیاد. این سری رشد میکنید. از این قسمت که میایید بیرون میرسید به قفسه بندی انبار که شما هر کدی اون محصولتون داشته، اون کمدتون داشته، میایید اینجا کدش رو پیدا میکنید و برمیدارید و میرید کیف که حساب کنید. میبینید همه شون کمدهای بزرگ، کوچیک، تخت، حتی همه قفسه بندی شده توی قفسه‌های خیلی کوچیک که میایید اینجا برمیدارید، خیلی راحت وارد خونه میشه و توی خونه خودتون میبندیدش. بستنش هم خیلی راحته، کد داره، دفترچه داره با چند تا پیچ و پیشگوشتی که توی خودش هست، با میتونید همه رو بسته بندی کنید و ببندید. خب من کمدی که میخواستم پیدا نکردم، ولی حداقل دیدم اندازه‌هاشو. یه چیز دیگه هم که میتونم راجع به اینجا بهتون بگم، خودشون براتون ارسال میکنن، یه هزینه رو پرداخت میکنین براتون ارسال میکنن، اگر نه میتونید اصلا مستقیم اینجا کدشو بردارید، برید روی سایت خرید کنید، همونجا سفارش بدید، خودشون کامل براتون میارن. فکر میکنم از 30 یورو بستگی به وزن بارتون داره با کیلو حساب میکنن، از 30 یورو حساب میشه تا 50 یورو، بیشتر از این فکر نمیکنم باشه. قسمت بهتون بکنم قبل از اینکه برسید به قسمت پرداخت، یه گوشه ای رو درست کردن که میبینید همه چیز اینجا بسته شده است. مثلا این تختا که بسته شده یا این کمودا که بسته شده همه 50%، یعنی اگه ماشین بزرگ دارید یا در خونهتون بزرگه و میتونید اینا رو بسته شده ببرید توی خونه، اینجا قیمتشون 50%. هیچ مشکلی هم ندارن، همه هم سالمه، فقط به خاطر اینکه بسته شده، حالا یا مورد دکوراسیون خودشون بوده یا یه مشتری برده برگردونده یا هر چیز دیگه‌ای که نمیدونم، هم فرش داره، هم کمد داره، صندلی داره، تخت داره، کادر داره، قابا رو داره، تابلوها رو داره، هر چیزی که بخواید اینجا هست. این قسمت 50%. طبقه بالای ایکیا هم رستوران خودشه که باز رستورانش هم قیمتش خیلی خوبی داره، همه چیز هم داره، ماهی، گوش، غذای گیاهی برای گیاهخوارا، سوپای خوشمزه داره. ما میریم یه کافه بخوریم چون ساعت 5 بعد از ظهر، هم نهار خوردیم هم وقت شام نیست،
میاییم یه کافه میخوریم میریم. نوشیدنی که میبینید نعنای تازه است با یه دونه چای سبز توش که آب جوش میتونید جوش بریزینم عسله و خیلی خوشمزه است، هم مغذیه هم برای معده خوبه. حتما مشکل معده ندارم ولی این نوشیدنی تازه رو به نعنای تازه خیلی دوست دارم. اینم سوپ و نون کنیر کره‌ای دختر منه که خیلی دوست داره و این نوشیدنی رو میخواستم بهتون بگم، یه اسموسی سیب و گلابی و زنجبیله، خیلی خیلی خوشمزه است، خیلی زیاد خوشمزه است، کاملا هم تازه است و نوشته خیلی خونگیه، اصلا مواد اضافه کننده نداره، خیلی خوشمزه است. یه خوبی دیگه که ایکیا داره اینه که به اضافه این سه طبقه ای که خود ایکیاست، اون پایین رو الان بهتون نشون میدم. این قسمت پایین یه مرکز خرید خیلی خیلی بزرگ، خیلی بزرگ و نزدیک به 100 تا شاید هم بیشتر مغازه توش داره که خب اونجا هم یکی از مرکز خریدش که من زیاد میام برای خرید کردن. خلاصه که جای خیلی خوبی قرار گرفته ایکیا، همه کارمون رو توی یه روز انجام میدیم. مرکز خریدی که بهتون گفتم الان اومدیم، وسط این مرکز خرید، این شاپینگ، کلاسایی که با مدرسه بچه‌ها باز میشه، کلاسای رقص یا موزیک یا ورزش یا هر آموزش دیگه نقاشی برگزار میشه رو اینجا آوردن معرفی میکنن که من یه تیکه‌هایشو الان براتون میذارم ببینید، امیدوارم لذت ببرید. Oui, c'est un baptiseur, c'est les initiations gratuites qui nous sont proposées à l'Askelon Hockey Club. امیدوارم که این همراهی با ما خسته نشده باشید. به ما که خیلی خوش گذشت، حدود 2 ساعت پیاده روی کردیم و براتونم یه مقدار فیلم گرفتم، امیدوارم لذت برده باشید. بازم ازتون ممنونم که همراه ما هستید، حتما ویدیو رو لایک کنید، فراموش نکنید که یه مسابقه بزرگ در پیش داریم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.